دوستان و یاران مهربان من و شنوندگان عزیز باز هم با کمال علاقه و اشتیاق به شمایی که به من گوش می دهید یادآوری میکنم که بالاترین فضیلت در دنیای پرآشوب امروز فقط و فقط مهر ورزیدن دوست داشتن به کارگیری علقه و الفت و صمیمیت کامل است تا شما را در کور راه های زندگی با سرخوشی و کام روائی به سرمنزل مقصود برساند و از افتادن شما به پرتگاه های مناهی و خصومت های بیجا و جهت و تیرگی ها مانع شود سرزندگی و شادکامی رو با مردم اطرافتان تقسیم کنید تا اینکه آرامش و آسایش را برای خودتان ذخیره کنید عزیزان من امروز پنجا و پنجمین از اصل جدید رو میخوام براتون تعریف کنم میدانم که یادتون هست هفته قبل درباره آقای زکال ملک فروغی شخصیت برجسته دوران پهلوی اول با هم سخن میگفتیم که غذایان و تمام ماند از زبان کمال آتا رئیس جمهور مشهور ترکیه که گفته شده است من تا کنون مردی به جامعیت و وطن پرستی فروغی ندیدم ای کاش که مملکت من هم یک فروغی می داشت و باز در جای دیگری از زبان دانشمندی خواندم که گفته بود فروغی پیوندگاه فرهنگ و ادبیات فاخر ایران و فرهنگ پویای غرب بود و این دو را چنان در خود حزم و جذب کرده بود که فاقد برتری جویه های قومی یا احساس حقارت در مقابل غرب قرار داد ملک و شعرا بار در آن روزگار که همپای فروغی میزیست و شاهد شوریدگی ها بود در قصیده بلندی از احوال آن روزگار احوال آن روزگار را برشته تحریر درآورده که من فقط چند سطحی از آن قصیده را به عنوان یادآوری برایتان بیان میکنم ویرانه است کشور ایران خوب توجه کنید ویرانه است کشور ایران ویرانه را بها و سمن نیست امروز حال ملک خراب است بر من مجال بهشت وطن نیست هر سپه کشند و رعیت هر سو سپه کشند و رعیت ایمن به دشت و کوه و دمن نیست کشور تباه گشت و وزیران گویی زبانشان به دهن نیست این قصیده که به نام یا مرگ یا تجدد سرود شده را خواهش میکنم مورد دقت و توجه قرار بدهید گویی همین امروز است که از زبان و قلم شوریده حالی که خرابی وطن را در همه احوال میبیند سروده شده در آن روزگار که دیگر انان اختیار از دست قاجارها بیرون شده بود روز و انگلیس بر سراسر ایچان به تاخت و تاز مشغول بودن و در مرکز کشور مشتی مردم ایلیاتی امان مردم را از هر جهت از آنها گرفته بودن و جز اشک و آه و ناله و خون و بدبختی و گرسنگی هیچ چیز وجود نداشت گروهی حضور یک مرد مقتدر و یک دیکتاتور پیشرو را لازم تغییر سیاست ایران می شناختن. این گروه عبارت بودند از عارف قزوینی فخر دینی شادمان دکتر علی اکبر سیاسی محمود افشار و همچنین آقای زکال محمد علی فروغی آن مرد مقتدر و دیکتاتور ترقی را در وجود رضاخان یا سردار سفه آن روز پیدا کرده بودند مردوخ کردستانی نویسنده نامدار با استفاده از یک مصرع معروف که میگوید ملک ایران چوب استبداد میخواهد هنوز در بیانیه در حمایت از رضاخان پهلوی مینویسد که حاکم مشروط خواه در کردستان حاکمی که در کردستان بود و مشروط خواه ظاهرا بود مشروطیت و مشروط طلبی را ننگین و بدنام نموده ضمن اشاره به قهط و قرای تهران و احتکار گندم توسط احمد شاه اعلام می کند ای هموطن بارها گفتم و بار دیگر هم باز میگویم که امروز نقشه خوشبختی و بدبختی ایران بسته به یک نهزت قیورانه و یک جنبش در است از یک سلسله تجارب و امتحانات برجسته ثابت شده که مفتاح سعادت ایران در دست با کفایت ملت ایران و شخص رضاخان پهلویبی باشد شخص شخیص رضاخان را با اختیارات مطلقه قاعد کبیر مملکت قرار دهیم خوب به مطالبی که این آقای محمد مردوق کردستانی در آن سالها در آن سالهای تیره و تار بیان نموده است توجه کنید درست مثل همین امروز را دارد زیرا همین امروز هم مانند آن روزگاران دموکراسی و آزادی فدای خودخواهی های سردمداران و کشور شده و زندگی زیر پای دشقیمان فرصت طلب لگت کوب گردی است. آقای محمد علی فروغی در کتاب حکمت سقرات و افلاتون چنین نتیجه می گیرد؟ می نویسد که ای فرزانگان اگر شما از حکومت و سیاست و گردش صحیح امور کشور دوری کنید گروهی ناپاک کشور را در اختیار خودش خواهند گرفت و عامه مردم زیر چنگال قهر و فقر و نامرادی تباه خواهند شد او می نویسد که منظرت سیاسی مهمتر از آن است که کسی سودای عدالت و ترقی کشور را داشته باشد اما نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند یا از آن روی بازگرداند بعد هم می نویسد که حضور کسانی دل و عالم به سیاست می تواند جلوی افراد را بگیرد و مانع تندیها بشود و دولت را وادار نماید تا جمعه های اصلاحی اجتماعی و سیاسی را بر خودخواهی های خود رجحان بدهند. بسیاری از تاریخ نگاران و نویسندگان که روزگار فروغی و رضاشاه را تجربه کردند می نویسند که فروغی به ضعف و ظرفیت های رضاشاه کاملا واقف بود و میدانست که بسیاری از خاص های جنبش مشروطیت را هرگز نمیتوان از وی انتظار داشت اگر همین امروز هم دقت کنید در میابید که اولویت حکومت دیگر مشروطیت نیست چنان که آن روز هم نبود بلکه اولویت ایجاد امنیت ملی حفظ یک پارچگی کشور تشکیل یک دولت مقتدر است که بتواند آسایش و آرامش را برای عامه مردم از هر طبقه و طرز تفکری آماده نماید تا مردم در کمال سلامت و صحت به زندگی آرام خود دلخوش باشند آقای علی میرفوتروس نویسنده درباره فروغی می نویسد که آقای زکال اساسا فرهنگ ساز بود نه سیاست باز و در این عرصه او هم به فضل آراسته بود و هم به فضیلت فروغی ساختن ملت را حاصل تربیت و آموزش و پرورش درازمدت مدت می دانست. و به نوعی مهندسی اجتماعی تدریجی اعتقاد داشت و با توجه به بیسوادی عمومی گستردگی خرافات مذهبی فقر درک و فهم و اندیشه صحیح و وزلت اقتصادی از همه بالاتر فقدان قدرت تشخیص عمومی و تربیت ملی اهمیت اساسی داشت شخص فروغی در جایی نوشته است که متاسفانه اکثریت مردم نمیدانند چه میخواهند زیرا آنچه را که آنها در لفافه خرافات و ایدولوژی مذهبی خود فرا گرفتهاند واقعا خیر و صلاح مملکت و ملت نیست و سپس می نویسد اگر از من بپرسید که چه باید کرد و چاره چیست بی تعمل عرض می کنم ملت را باید به حقایق زمان آگاه نمود و در دراز مدت او را تربیت کرد تا بتواند درست را از نادرست تشخیص بدهد پویا زارعی کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه سربون پاریس به مناسبت افتاد پنجمین سال مرگ محمد علی فروغی مقاله منتشر نموده و در آن می که روزهای تاسو آشورا وقتی فروغی از کنار یه مسجدی میگذشت آخوندها او را هو میکردند و با این جمله که این کافر رو نگاه کنید که روز آشورا هم عینک میزند و با این طریق به اصطلاح خودشان او را دست میانداختند آقای بهروز داودیان در سلسله مقالاتی که در ایران شهر منتشر کرده است به نام زندگی و اندیشه های محمد علی فروغی می نویسد که زکال در سال 1298 به عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس و در سال 1919 رفت در 1298 به عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس رفت و تلاش کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را مطرح کند فروغی در نظر داشت دعاوی مالی و سیاسی ایران را در آن کنفرانس آنچنان بیان کند و خواستارهایش را با دریافت خسارت برای ایران به اعضای کنفرانس به اصطلاح حالی نماید اما متاسفانه کارشکنی های نخست وزیر وقت آقای نخست وزیر برادر قوام سرتنه و همچنین کارشکنی های انگلستان مانع از حقانیت ایران شد در بخشی از نامه ای که زوکالبون که از پاریس به مجلس شورای ملی نوشته است میگوید که ملت ایران باید صدا داشته باشد خوب توجه کنید ملت ایران باید صدا داشته باشد افکار داشته باشد ایران باید ملت داشته باشد ایران هنوز متاسفانه ملت ندارد افکار عمومی ندارد اگر در ایران افکار عامه تأثیر گذار بود ما به این روز مسلما نمیافتادیم دوستان عزیز مهربانم امیدوارم شما به دقت به نوشته فروغی توجه کنید او میگوید ایران اساسا ملت ندارد تا بتواند با هماهنگی و یک پارچگی مقاصد روشن خود را بیان کند یکی از دانشمندان اروپایی که در اوائل دوران رضاخان سردار صفح به ایران آمده بود و در تاجگذاری او هم شرکت داشت می نویسد در ایران مشتی مردم دور از هم زندگی می کنند. گروه دهخانزاده که مطلقا به امور اجتماعی ارتباطی ندارند و سیاست رو نمی شنستن. گروه دوم مشتی گروهبان زاده هستند که همراه رزاخان و به دوران رضاشاهی رسیدن و هنوز با همان افکار و عقاد پوسیده زمان گذشته روزگار می گذرانند. گروهی هم آخونزاده می باشند که جز خرافات و تعصبات پایبند هیچ اصل روشنگرانه ای نیستند. اما یک گروه تازه به دوران رسیده هم پیدا شده است. با عنوان گروه چپگرایان که خود را آقا بالا سر می بینن. و هر کدام از این گروه ها هم به قول آقای فروغی پایبند هیچ اصل اساسی که آنها را به عنوان ملت ایران با هم پیوند بدهند نمی باشن. پویا زارعی در مقاله به عنوان چهل سال تلاش برای باز آفرینی هویت ایران می نویسد که فروغی 90 سال قبل فریاد برداشت که ایران ملت میخواهد و متاسفانه هنوز هم ایران ملت ندارد بلکه مردمانی در آن زندگی میکنند پر و, دعا و زیاد خواه زیرا اگر آنچه را که آقای فروغی در آن روزگار عنوان میکرد ساکنین ایران به عنوان هموطن آویزه گوش خود کرده بودند و دست در دست هم برای پیشرفت و ترقی ایران ملتساز ساز می شدن. ما امروز دوچاره این بلیه عظیم نبودیم که چون دختپوسی بر سر ما فرود آمده است و تار و فود ایران را هم پاشیده است ایرج افشار کتابی دارد با عنوان نامه فروغی به تقییزاده و در آن از بیکسی و ناآگاهی مردم ایران سخن میگوید و باز کوشش دارد که به ایرانیان بفهماند که ایران یک ملت هماوا و همرنگ و همساز میخواهد تا بتواند از این تعینای جهانی بگذرد در غیر آن روی به نابودی خواهد آورد که میبینیم همانطور که فروغی پیش بینی کرده بود امروز ما در چنگال کنفرانس گوادالوپ فرو رفته ایم و تاروپود 2000 هزار ساله ایرانی از هم می دارد. و این روزها خوب دقت کنید قریب ترین سرزمین است در بین دو هزار کشور دو دو دویست کشور دنیا که غرق در نکبت و بدبختی فرو رفته است فروغی در اسفند 1301 در کابینه مستوفی الممالک مستو وزیر خارجه ایران شد در خرداد 1102 به وزارت مالیه منصوب گردید وقتی رضاخان سردار سپه رئیس الوزرا شد فروغی دوباره به وزارت خارجه منصوب شد پس از چندی رضاخان رئیس الوزرا فروغی را به وزارت مالیه فرستاد تا همراه دکتر مینیسو برنامه جدید مالی ایران را پیریزی نمایند که به گواهی بسیاری از آشنایان به امور اقتصاد در آن روزگار ایران دوران مالی درخشانی را پیدا کرده بود پس از تصویب خلق قاجار از سلطنت در 1304 که رضاخان حکومت موقت عهدهدار شد آقای فروغی را به کفالت نخست وزیری منصوب کرد که میدانیم تدارک تشکیل مجلس مؤسسان از اقدامات فروغی بود احمد افرادی در کتاب گذرگاه تاریخ می نویسد فروغی اولین نخست, نخست وزیر دوران پهلوی بود که در 29 آذر 4 دولتش را به مجلس معرفی کرد. محسود بهنود در کتاب از سوم اسفند تا 1299 و از 1299 تا بهمن 1357 می که فروغی شاخص فردی بود از زر بقامات بین که می توانست شنل سلطنت را به دورش رزاخان بیندازد ولی هنوز متاسفانه دو ماه از دوران سلطنت رزاخان نمی گذشت که بر اثر وسوسه های تیمورتاش و پاره از گروه بانهای همراه رزاشاه در خرداد 1905 با پیغامی که تیمورتاش از طرف رزاشاه برای فروغی برد خواستار استعفای فروغی از سمت نخواست وزیریش کردید خب بعد از فروغی آقای مستوفی الممالک برای چند ماه نخواست شد آقای فروغی وزیر جنگ شد اما تیمورتاش که علاقمند بود در همه امور دخالت مستقیم داشته باشد نمیتوانست نخواست وزیری آقای مصطفی را تحمل کند آقای مصطفی الممالک که شخصیت بارز و خودساخته و مرد تربیت شده ای بود وقتی متوجه شد که تیمورتاش نمیتواند او را تحمل کند و به تدریج اختلافاتی بینشان بروز می کند خودش از سمت نخست وزیری استعفا کرد و چنان که مورخی می نویسند آنها روزهایی است که تیمورتاش خود علاقمند و تا نخست وزیری می شود ولی رضا شاه به او میگوید من هرگز با نخست وزیری تو موافقت نمی کنم ولی این اختیار را به تو می دهم تا هر کس را می خواهی به نخست وزیری معین کنی تا از تو هر شنوی کامل داشته باشد بسیاری از مورخین نوشتند که همین امر نخستین کجراهی بود که در سلطنت رضا ایجاد شد یعنی آقای تیمورتاش روز بعد به شاه میگوید که قربان من مخبر و سلطنه هدایت را برای نخست وزیری در نظر گرفتم او هم پیر شده و هم با سیاست جهان آشنایی ندارد به علاوه مرد آرامیش چنان که در تاریخ ایران ثبت هست بخبر سلطنه هدایت شش سال عنوان نخست وزیر را یدک میکشید ولی عملا تیمورتاش گرداننده همه امور بود آقای نصر الله انتظام در خاطراتش می که وقتی مستوفیل ممالک از نخست وزیر استعفا کرد فروغه هم دیگر سمتی نداشت در پانزدهم تیر ماه 1306 به سمت سفیر کبیر ایران به ترکیه رفت و در آن مدت توانست چنان دوستی دو کشور را تقویت کند که آتا ترک رسما از شاه ایران به ترکیه دعوت کرد زمنان فروغی همزمان سفارت ترکیه ریاست دهمین مجمع عمومی سازمان ملل را هم بر داشت و برای شرکت در مجمع عمومی به سوئیس رفت. روزی که فروغی برای رفتن به ژنو به حضور آتاتورک رفت، تمام سفرا و وزرای مختار آنهایی که مقیم ترکیه بودند در سالن حضور داشتند که آقای آتاتورک ضمن سخنرانی کوتاهی گفته بود بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد فروغی سفیر ایران است من تا کنون مردی به این ای و وطن پرستی و مطلعی ندیدم. ای کاش که مملکت من هم یک فروغی می داشت. فروغی پس از تمام شدن دوران سفارتش به ایران بازگشت و به عنوان وزیر اقتصاد ملی به مجلس معرفی شد. ولی هنوز چند هفته ای از وزارتش در وزارت تازه تأسیس فواهد آمن نمی گذشت که به امر رضا فروغی عهدهدار وزارت خارجه هم گردید در شهریور 1312 مخبر سرطن هدایت پس از 6 سال نخواست وزیری مجبور به استعفا شد و به دستور رزاشاه فروغی با حفظ سمت وزارت امور خارجه با حفظ سمت وزارت امور خارجه معمور تشکیل کابینه جدید گردید آقای محمد کمالی در تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی توضیح میدهد که فروغی در دوران دوم نخست دست به یک سلسله فعالیت های فرهنگی زد در دوران او بود که دانشگاه تهران تأسیس شد و همچنین فرهنگستان ایران را بنا کرد و برگزاری جشن هزاره فردوسی رو با شرکت دهاتن از مستشرقان و ایرانشناسان در مشهد پایگذاری نمود. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ تعمیر بنای آرامگاه سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی فروغی بود. در دومین دوره ریاست وزرای فروغی که تا سال 1114 ادامه داشت تیمورتاش وزیر دربار رزاشاه، سردار اسعد بختیار که وزیر جنگ کابینه فروغی بود مصباح السلطنه اسدی نایب تولی استان قدس رزوی دیگر در اطراف رزاشاه حضور نداشتند و همچنین آقای داور وزیر عدیه او هم دیگر حضور نداشت. خود فروغی هم به خاطر شفاعت از آقای اسدی مورد غضب قرار گرفت و از نخست وزیری شد و تا شهری ور ماه 1120 خانه نشین گردید آقای احمد افرادی در کتاب فروغی در گذرگاه تاریخ می نویسد فروغی عضو فرهنگستان عضو هیئت با شیر شیر خورشید سرخ عضو رئیس شورا عضو و رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات بود سالهای خانه‌نشینی او از پربارترین دوران زندگی فرهنگی اوست در این سال هاست که او به ترجمه و تحقیق و تعریف سخنرانی در دانشده ها و مجامع فرهنگی می پرداخت که متأسفانه باید بگویم با کنار گذاشتن فروقی از ریاست فرهنگستان این مؤسسه کم کم به بیراه رفت و فروغی با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از کجوی ها رساله پیام من به فرهنگستان را نوشت و به چاپ رساند و در سال 1318 هانری ماسه محقق و نویسنده نامدار اروپایی این رساله را به فرانسه ترجمه و در پاریس چاپ کرد دوستان عزیز من هنوز مسائل زیادی داریم تا درباره فروغی و شخصیت او براتون بیان کنم و من امیدوارم که یک کمی دقت کنید ما مثل فروغی بسیار کم داشتیم و هرگز مثل او نداشتیم شاید متأسفانه در آن دورانی که او خدمتگزار بود بسیاری از آنهایی که فتنه میکردند نیز علیه او سخنها میگفتند و نتیجتا گهگاه رضا با او با بدبینی نگاه میکرد برحال امیدوارم تا هفته آینده تحمل کنید تا اینکه بتوانم بقیه داستان فروغی رو براتون بیان کنم روز روزگارتون خوش تا برنامه بعد بر.